سرخط خبرها. سفر به سوی بزرگترین پشتیبان در 13 سال پسین. رهبران حکومت وحدت ملی پیش از آن که به کاخ سفید برسند، 10 نامزد وزیر دیگر را نیز به مجلس معرفی می‌کنند. گام‌های نخستین برای آغاز گفتگوهای رو در رو با طالبان. کابل گروه ایجاد کرده تا مشخص سازد میز گفتگوها را در کدام کشور بگذارد و با طالبان بنشیند. اخیراً ما در این زمینه به موفقیت‌های دست یافته‌ایم و در نزدیکی‌ها گفتگوهای رو در رو را با مخالفان انجام خواهیم داد. دموکراسی که چرخش از دید مجلس وابسته به ماشین اصلاحات در نظام انتخاباتی است. مجلس نمایندگان در نظام انتخاباتی اصلاحات بنیادین می‌خواهد. و بحران سوریه، بدترین تراژدی یا ناکامی آمریکا در رسیدن به اهدافش. جان کری می‌گوید با بشار الاسد ناگزیر مذاکره کرد. به نام خدا، سلام بر شما. به مهمترین ها از یک خوش آمدید. در این نیم ساعت خبری من رئوف اجمل با ادریس تیموری میزبان شما هستیم. سلام بر شما، بر این مجموعه خبری خوش آمدید. مشروع خبرها. در یک حمله انتحاری در ولایت هلمند 4 تن کشته شدند. این رویداد نزدیک به نیم ساعت پیش در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند رخ داد که به گفته شاهدان در پی آن 4 تن کشته و یک نظامی زخمی شده است. اما عمر زواک سخنگوی ولایت هلمند به تلویزیون یک میگوید که در این رویداد 2 تن کشته و 4 تن دیگر به شمول 2 پلیس زخمی شدند. از سوی هم فرمانده پلیس هلمند میگوید در این حمله انتحاری 1 پلیس کشته و 3 تن دیگر که افراد ملکی زخمی شدند. مسئولیت این رویداد را تا اکنون کسی بر دوش نگرفته است. تا پیش از رفتن رئیس جمهور به آمریکا، 10 نامزد وزیر به شورای ملی معرفی خواهند شد. یک مقام حکومت که نخواست نامی از او گرفته شود به تلویزیون یک میگوید رهبران حکومت وحدت ملی به نتیجه رسیدند که 10 نامزد وزیر را به پارلمان معرفی کنند. پیشتر باراک اوباما از رئیس جمهور غنی و دکتر عبدالله خواسته بود که کابینه ایشان را به زودی تکمیل کنند. نصرالدین مصلح گزارش میداد. آرزومندیم این بود که قاطعیت دکتر صاحب اشرف غنی احتمال دارد تحولی را به بار بیاره، اما فکر میکنم که سازش و معاملگری از این بدتر از حکومت گذشته است. حکومت خواست مشروعیت نداری. بخش از اعتراض های روز دوشنبه در مجلس در پیوند به تاخیر در معرفی کابینه، اما این طرف این دو مقام ارشد حکومت وحدت ملی تازه از سفرهای سعودی و هند برگشته اند. حالا باید آمادگی بگیرند برای یک سفر مهم دیگر به واشنگتن. ظاهرا تلاش دارند با معرفی بخش از کابینه هم به انتقادهای موجود پاسخ دهند و هم دستاوردی در سفر به واشنگتن داشته باشند. رهبران حکومت به توافق رسیدند که تا پیش از رفتنشان به آمریکا 10 نامزد وزیر را به پارلمان معرفی کنند. سه چوکی را برای طالبان اختصاص داده که او طالبایی هست که در قطر است، در دبی و قطر میای او را میشانه و او کسایی که طالبایی که می جنگیدن بیرق سفیدشان به بیرق سیاه تبدیل شد، اونا رفتن پیوستن با داعش. از عمر حکومت وحدت ملی نزدیک به 7 ماه میگذرد، اما تنها 8 عضو کابینه این حکومت از مجلس رأی گرفته است. اکنون مجلس هم برای معرفی اعضای کابینه لحظه شماری می کند. با حکومت بانده غک کهو چه زر تر زره ده سرپرسته موضوع تا ده پای تکی که دهی. اگر حرکت اعتراض آمیز داشته باشیم به حکومت که او را متوجه بسازیم، ما فکر میکنم که اگه بتانه ای یک به اصطلاح فشار باشه بالای حکومت که بتانه یک نتیجه مثبت ما از این به دست بگیریم. 18 وزارتخانه دیگر هنوز با سرپرست ها اداره می شوند. گفتگوهای صلح پس از کابینه دومین اولویت حکومت وحدت ملی بود. اکنون نارسایی ها در این مورد زمینه ای شده برای انتقادهای شدیدتر از حکومت وحدت ملی. شاید انتقادهای مجلس با معرفی 10 عضو جدید کابینه اندک فروکش کند. اما مجلس برای وضاحت درباره گفتگوهای صلح روز چهارشنبه مشاور امنیت ملی را فرا می خواند. چیزی که در نشست روز دوشنبه فیصله شد.
عربستان سعودی می تواند نقش مهمی در گفتگوهای صلح افغانستان داشته باشد. رئیس جمهور غنی در سفرش به عربستان سعودی از حکومت این کشور خواسته است تا در گفتگوهای صلح افغانستان با طالبان همکاری کند. مقام های پیشین طالبان نیز خوشبین هستند که گام برداشتن صادقانه عربستان سعودی در صلح افغانستان در کشانیدن طالبان دور میز گفتگوها اثرگذار خواهد بود. ولی آریان: این بار دست افغانستان به دامن عربستان در گفتگوهای صلح. رئیس جمهور غنی این بار نیز در عربستان سعودی را برای کشانیدن طالبان بر میز گفتگوهای صلح باز کرد، کشوری که تاثیرگذاریش بر طالبان ممکن است بسیار باشد. گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان یکی از مسائل کلیدی گفتگوهای رئیس جمهور غنی و ملک سلمان پادشاه عربستان بود. اشرف غنی تاکید کرد که حکومت عربستان و سازمان همکاری های اسلامی در جده می توانند نقش مهم را در این روند بازی کنند. عربستان سعودی همواره تعهد بر تامین صلح در افغانستان داشته است با حکومت حامد کرزی و حکومت وحدت ملی، اما بر راستی ریاض می تواند طالبان را بر میز گفتگوهای صلح بکشاند. کشور اشرف غنی در عربستان با صلح کی مطلق یو لاستراورنه یا ملت یو راپور جوړی خو پیدا نکی، او که اخلاص و مخلصانه چې په افغانستان کې قربانی ورکوم او تر حکومت تیریرم بل څه کوم چې افغانستان جوړ شي بیا به پیدا وکړي. دغه رنګه د عربستان حرکت د صلح په باب باندې یا د مذاکراتو باندې که مخلصانه اخلاص وکړي په تمام اخلاص باندې دا کار ته ادامه ورکړي پیدا به وکړي. تازه نیست که افغانستان از عربستان سعودی در گفتگوهای صلح با طالبان کمک طلبیده است، اما ظاهرا سعودی نقشش را درست در این روند بازی نکرده است، هرچند عربستان سعودی دست بلندی بر پاکستان و طالبان دارد. اگر کلید صلح افغانستان آقای غنی در جیب شیخهای عرب میپاله، این اشتباه است که رئیس جمهور کرزی این اشتباه را 13 سال پیش کرد و 13 سال همی کلید را میخواست از جیب نظامیان ارتش پاکستان بیرون بکنه که موفق نشد. و فکر میکنم اگر آقای غنی اینگونه صلح را گدایی میکنه، ما به جایی نخواد رسیدیم. در 5 ماه گذشته کابل در حاج چندین کشور را برای رسیدن به صلح باز کرد، از سعودی تا قطر، چین و پاکستان، اما تا اکنون هیچ کدام این کشورها نتوانستند طالبان را وادار به گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان بسازند، در حالی که چین چندین بار با طالبان گفتگوهای داشته است و اسلام آباد هم تعهد سپرده بود که در همین ماه طالبان را رو در رو با حکومت افغانستان می نشاند. از سوی هم وزارت امور خارجه تاکید دارد که به زودی گفتگوهای رو در رو با مخالفان مسلح آغاز خواهد شد و همکنون یک گروه کاری ایجاد شده است تا مشخص سازد گفتگوهای صلح در کدام کشور به پیش برده شود. وزارت امور خارجه از چین میخواهد پاکستان را تشویق کند تا در گفتگوهای صلح با طالبان همکاری صادقانه انجام دهد. معین سیاسی وزارت امور خارجه فعالیت‌های داعش، طالبان پاکستانی، لشکر طیبه و جنگجویان از ترکستان شرقی را خطر جدی برای امنیت چین و منطقه می‌داند و خواستار همکاری استخباراتی با چین شده است. با گزارشی از بشیر احمد قاسمی توجه کنید. چین کشوری که برای برقراری صلح در افغانستان آستین برزده است، مرکز مطالعات راهبردی وزارت خارجه امروز نشست مشترک را با مرکز مطالعات روابط بین المللی معاصر چین در پیوند به روابط دو کشور در آینده برگزار کرده است. در این نشست معین سیاسی وزارت خارجه تاکید کرد به زودی گفتگوهای رو در رو با طالبان آغاز خواهد شد و چین باید پاکستان را به همکاری صادقانه در این گفتگوها تشویق کند. چین در گفتگوها های صلح افغانستان میتواند نقش مهمی را بازی کند، زیرا کشور چین روابط بسیار مستحکم با حکومت پاکستان دارد. ما کشور چین را تشویق میکنیم از پاکستان بخواهد تا تلاش های صادقانه را به خاطر آوردن صلح در افغانستان انجام دهد. حکومت افغانستان تلاش‌های اخیر صلح را موفقیت‌آمیز می‌داند و خواهان یک رایل سیاسی در افغانستان است و به همین منظور با کشورهای همسایه در حال گفتگو است. اکنون حکومت افغانستان در حال جستجوی مکان برای آغاز گفتگوهای صلح است. ما با کشورهای همسایه و منطقه در گفتگو هستیم تا یک راه حل دوامدار سیاسی برای پایان درگیری‌ها در کشور به دست آید. چنانچه اخیراً ما در این زمینه به موفقیت‌های دست یافته‌ایم و در نزدیکی‌ها گفتگوهای رو در رو را با مخالفان انجام خواهیم داد. حکومت افغانستان گروهی از مذاکره کنندگان را وظیفه داده تا گفتگوهای صلح را به پیش ببرند و تصمیم بگیرند که این گفتگوها در کدام کشور برگزار شود.
با این همه چینایی ها تا هنوز چندین بار درباره برقراری صلح در افغانستان با طالبان گفتگو کرده اند. اکنون مرکز مطالعات روابط بین المللی چین در حال بررسی تعاملات اخیر در افغانستان است. هدف از سفر ما به افغانستان انجام گفتگوها و تبادل نظر با دانشمندان، متخصصان و مقام های حکومت افغانستان است تا ما از تحولاتی که در افغانستان به میان آمده است در مورد آن بررسی های خود را انجام داده و نتیجه بررسی های خود را با مقام های حکومت چین شریک سازیم تا بر مبنای آن همکاری های گسترده میان افغانستان و حکومت چین صورت گیرد. نتیجه نشست امروز احتمال تأسیس یک مرکز چین شناسی در چارچوب مرکز مطالعات استراتژیک وزارت امور خارجه افغانستان در میانه سال نو خواهد بود. هنوز مشخص نیست تلاش های چینایی ها منجر به برقراری صلح و ثبات در افغانستان می شود و آیا پاکستان به خواست چین طالبان را به پای میز مذاکره می نشاند و یا هم دور باطل خشونت ها در افغانستان ادامه می یابد. روند گفتگوهای صلح در گام های نخستینش قرار دارد. دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت با بیان این مطلب میگوید تماس های ابتدایی برای ایجاد سهولت در این روند آغاز شده است و می افزاید حرمت گذاشتن به قانون اساسی از سوی طالبان یکی از پیش شرط های اصلی این گفتگوهاست. به این گزارش توجه کنید. نشست عبدالله عبدالله با دانشجویان هندی. وی در نشست در پیوند به سیاست خارجی افغانستان با منطقه و جهان میگوید. از هند به عنوان همکار استراتژیک افغانستان یاد میکند و از آمریکا به عنوان مهمترین شریک افغانستان. با باره عبدالله عبدالله گفتگوهای صلح هنوز به گونه رسمی آغاز نشده است، اما تلاش ها برای آغاز آن جریان دارد. تا هنوز تماس های برای ایجاد سهولت در روند صلح انجام شده است، ولی این روندی است که راه درازی در پیش دارد. بعد از آن ما عملکردهای طالبان را می‌بینیم که درک کنند که جنگ و نبرد مسلحانه راه حل نیست و اینکه تفنگ‌هایشان را به زمین بگذارند. این توقعات ما از روند صلح است، ولی هنوز این روند در مراحل اولیه آن قرار دارد. به گفته دکتر عبدالله، طالبان باید به پیش شرط‌های افغانستان برای روند صلح حرمت گذارند. گفتگوهای صلح با طالبان هنوز آغاز نشده است، اما یک بار که آغاز شد خواهیم دید که این روند چگونه و پیش خواهد رفت. اکثر مردم افغانستان خواهان صلحند و افراد زیادی در این کشور از این روند حمایت می کنند، اما باید حقوق مردم زیر پا نشود و قانون اساسی افغانستان حرمت گذاشته شود و این پیش شرط های ما برای نشستن به روند صلح است. مجلس نمایندگان هشدار می‌دهد که اگر اصلاحات در نظام انتخاباتی و کمیسیون‌های انتخاباتی به وجود نیاید، دموکراسی دیگر معنی نخواهد داشت. هیئت اداری مجلس همچنان از رهبران حکومت می‌خواهد به گونه بنیادین در نظام انتخاباتی اصلاحات به وجود آورند. نظرالدین مصلح گزارش می‌دهد. شما ناظر هستید. همه اکنون تقویت و نابودی دموکراسی در کشور را به چگونگی اصلاح نظام انتخابات پیوند می‌دهند. اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی نیز از خواست‌های پارلمان است که باید به وجود آید. نگرانی ما این است که اگر در این کمیسیون‌ها اصلاحاتی به وجود بیاید، این اصلاحات هم از همون نمونه‌های وزارت خارجه و داخله خواهد بود که مبنایش تقسیمات 50-50 خواهد بود و اینمی برخی از سخنگویا و برخی از مشاورینی که حالا در اطراف هر دو دکتر هستند شاید کمیشنرهای بعدی کمیسیون‌های مستقل انتخابات بوده باشد. حالا همه چشم‌ها به کارکرد رهبران حکومت وحدت ملی دوخته شده اند. هر چند روند اصلاحات در نظام انتخاباتی را تا کنون زیاد جدی نگرفته اند. تدویر انتخابات به وقت زمان معین است، مگر احیانا انتخابات به وقت زمانش دایر نمیشه، این مسئولیت به ولسیگ متوجه نخواهد بود و رهبران حکومت وحدت ملی جوابگو خواهند بود، هم در برابر پارلمان افغانستان هم در برابر ملت افغانستان. برخی هم رهبران حکومت وحدت ملی را ناکام میدانند، به ویژه در حل مشکلات احتمالی انتخابات پیش رو. نظام انتخاباتی اصلاح نشود و باور داشته باشه که او وقت در سطح ولایت کابل بود و شتارها آل در سطح 34 ولایت افغانستان است و افغانستان به بحران میره. هیئت اداری تاکید میکند که اگر انتخابات در زمان معین آن برگزار نشود، مجلس نمایندگان ناگزیر است به کارش ادامه دهد. همدغه وکیلان دي چې روزانه د هغوی عارضي په لاس باندې یا تحریري یا زباني هلته رسیدګي کوي، نو ولسي جرګه مجبوره ده تر څو پورې چې انتخابات تو ته لاره نه یې آماده سوي، واقعا شفاف انتخابات نه یې دایر سوي، تر هغو پورې موږ خپلې وظیفو ته انجام ورکوو او انشاءالله تعالی د ولس په خدمت کې یو. از همراهیتان سپاسګزاریم. باقي وختتان خوش. خدا نگهدار.